سرخط مهمترین خبرها. امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است. پاسخ وزارت خارجه به حقابه ایران از رودخانه هلمند. متقی گفت افغانستان با خشکسالی روبرو است و ایران نباید مسئله آب را سیاسی سازد. از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند. از آن وزارت صحت عامه به ناتوانی در محو بیماری توبرکولوز. این وزارت میگوید سالانه 12,000 نفر از اثر ابتلا به این بیماری جانهایشان را از دست میدهند. و تناقض‌گویی غربی ها درباره جنگ اوکراین. علی رغم کمک های تسلیحاتی امریکا به اوکراین، جو بایدن اعلام کرد از پایان جنگ در اوکراین حمایت میکند. روسیه این جنگ را آغاز کرد و میتواند امروز با خروج نیروهای خود از مرزهای شناخته شده بین المللی اوکراین و توقف حمله ها به آن پایان دهد. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت خارجه با جنجال‌های اخیر بر سر حقابه ایران از رودخانه هلمند واکنش نشان داد. امیرخان متقی در مراسم یادبود از ملا اختر محمد منصور در کابل گفت به معاهده سال 1351 متحد است و ایران نباید موضوع آب را سیاسی سازد. او همچنین تاکید نمود که افغانستان با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند و سومین کشور آسیب پذیر جهان است. از سوی هم عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر می‌گوید سیاست کابل با کشورهای همسایه سیاست متوازن است. داود ناظری گزارش می‌دهد. مراسم یاد بود از ملا اختر محمد منصور، مراسمی با حضور مقامات ارشد حکومتی اینجا در تالار رادیو تلویزیون ملی. حقابه ایران از رودخانه هلمند، رفع تعذیرات اقتصادی، سیاست تعاملی کابل با جهان و تشویق جهان برای سرمایه گذاری در افغانستان از محورهای کلیدی این مراسم بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با اشاره به جنجال‌های اخیر بر سر حقابه ایران از رودخانه هلمند گفت کابل به معاهده سال 1351 متعهد است و ایران نباید موضوع آب را سیاسی سازد. امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متعهد است. از حکومت ایران می‌خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم. متقی با اشاره به کمبود آب در سیستان و بلوچستان نیز گفت مشکلات ساکنان این منطقه را درک می کند. او اما تاکید کرد که افغانستان با خشکسالی بی سابقه روبرو است و خود نیازمندی آب است. همزمان عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر خطاب به کشورهای همسایه و منطقه گفت با هیچ کشور خواهان جنگ نیستند و برعکس به دنبال تقویت روابط تجاری می باشد. پالیسی امارت اسلامی افغانستانی است که ما به هیچ یکی از همسایه ها و به هیچ یکی از کشورهای منطقه و فرامنطقه دشمنی نداریم. همراه همه از اونها خواهان روابط نیک هستیم. بر اساس احترام متقابل و بر اساس تعامل متقابل همراه همه از اونها ما خواهان روابط تجاری و روابط اقتصادی هستیم. تحکیم سیاست داخلی، تعامل مثبت با مردم، بازگشایی مراکز آموزشی و مبارزه جدی با هراس افکنی از دیگر موضوعات مورد بحث در این مراسم بود. قاری فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد مشترک ارتش گفت امنیت سرتاسری در کشور تأمین است و هیچ نیروی خارجی حضور ندارد. کسایی را تقلبی اینجا به نام داعش ساختند و اونها را تشویق و ترغیب میکنند تا اینکه به نام خلافت علیه امارت اسلامی دسایش را جور بکنند و بسازند. امروز ما داری یک افغانستان آزاد و مستقل هستیم. امروز در افغانستان هیچ عسکری خارجی وجود نداره. افغانستان ما توسط خود افغانها اداره میشود.
این اظهارات در حال اینجا مطرح شد که کشورهای همسایه همچنان از تهدیدات بلند تروریستی در افغانستان نگرانند. کابل اما میگوید گروه‌های تروریستی سرکوب شده و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نیست. نخستین پرواز انتقال زائران ولایات شمال و شمال شرقی کشور از میدان هوای بلخ به مدینه منوره دیشب انجام شد. ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید در این پرواز 346 زائر بیت الله شریف به شهر مدینه انتقال داده شدند. دو شب قبل نیز در نخستین پرواز از کابل به عربستان 364 زائر به آن کشور انتقال داده شدند. آغاز روند انتقال زائران بیت الله شریف از زون شمال کشور به عربستان سعودی. در نخستین پرواز 346 زائر از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی دیشب انتقال داده شدند. مسئولان محلی در بلخ هم میگویند امسال حدود 8000 زائر در 22 پرواز از ولایات شمال و شمال شرقی جهت ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی خواهند شد. روز اولین پرواز از اینجا آغاز شد. دیگر حجاجی که از بلخ امسال عازم سعودی می شوند تقریبا 900 نفر است و از زون شمال و شمال شرق یعنی از فاریاب تا بدخشان 7800 نفر تقریبا. ریاست صحت عامه بلخ نیز می گوید آمادگی برای ارائه خدمات صحی به زائران نیز گرفته شده و سه تیم صحی همراه با نخستین گروه زائران عازم آن کشور شده است. ما آمادگی عام خاص خود داریم. صحت عامه ولایت بلخ خدمات خوبی را برای حجاج در نظر داره. ما فعلا سه تیم صحی را به خاطر دسترسی و همچنان به خاطر خدمت صحی برای حجاج ما در نظر داریم. با این حال مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف میگویند که در برنامه حج امسال تدابیر لازم از جمله غذا و محل بودوباش برای زائران و حجاج کشور در عربستان مد نظر گرفته شده است. شده افسال شده دیگه خیلی وقت شده. خیلی وقت شده که این سال دیگه موفق شدیم که بسیار خوش و خوشحال هستیم. افسال میشه پیش انداختن ما بعد از او بده نوزیم. ما برمونیم بعد از 4-5 سال بسیار تلاش کردیم. من خدا که مهربان شد دیگه باز 14 سال ما برمونیم. این در حالی است که نخستین کاروان زائران بیت الله شریف شامگاه شنبه از کابل به مدینه منوره انتقال داده شدند. قرار است 30000 زائر از افغانستان در مراسم حج امسال شرکت کنند. یافته های تازه نشان می دهد که سالانه دست کم 12000 نفر در افغانستان به دلیل ابتلا به بیماری توبرکلوز جانهایشان را از دست می دهد. وزارت صحت عامه نیز گفته برای محو کامل این بیماری متحد است، اما بدون کمک های جهانی قادر به انجام این کار نخواهد بود. همزمان سازمان صحی جهان اعلام کرده که برای محو توبرکلوز در افغانستان آماده است و حمایتش از نظام صحی افغانستان را ادامه می دهد. محمد اسلام بهنوش جزئیات می دهد. گرامی داشتی روز جهانی توبرکلوز، بیماری ساری که سال گذشته بیش از 52000 نفر به آن مبتلا و 12000 نفر جانهایشان را از دست دادند. البته تنها روز چهارشنبه کنگا پای گپکای است دیگه به اصطلاح. آمار سازمان های جهانی هم افزایش 3% مبتلایان را نشان می دهد. از دید نماینده سازمان صحی جهان، علی‌رغم پیشرفت‌های افغانستان در مبارزه با توبرکلوز، چالش‌های زیادی در این راستا همچنان وجود دارد. با وجودی که کنترل مرض توبرکلوز یکی از اولویت‌های مهم کاری وزارت صحت عامه بوده، اما کنترل این مرض خانمانسوز به تنهایی از عهده وزارت صحت عامه خارج بوده. ما تا زمانی که فرد، خانواده و جامعه را از این مرض قابل علاج محافظت نکرده باشیم، نمیتوانیم بدون تردید از محو توبرکلوز صحبت کنیم. باید برای محو این مرض بدون تأخیر تشریک مسایی نموده و این قاتل جهانی را محو کنیم. بیش از 870 مرکز تداوی توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد، اما بخشی از بیماران از ولایات به کابل انتقال داده می شوند. برغم تعهد افغانستان برای محو بیماری توبرکلوز تا سال 2035، وزارت صحت عامه ما می گوید کنترل این بیماری از توان این وزارت خارج است.
محمد جان و عبدالرازق از ولایات لوگر و قندوز برای درمان به کابل فرستاده شدند. آنها میگویند چند ماه است که به این بیماری مبتلا شده و وضعیتشان هم اکنون رو به بهبودی است. خواست آنها هم از حکومت مشخص است. در قندوز چی مبتلا شدیم؟ دیگه او خط دادن که بینگ در افغان جاپان مراجعه کنین. اینجا باز خوبه. اول نفستنگی والا. مرض و دیر تو خیلی دیر روخ و نفستنگی یا مخ بند کردن. خوست الحمدلله بس جور. باید سی طول ولایتو که دست شفاخانی و رسی یا طول خلق تا خدمت وکی. بیماری توبرکلوز یک بیماری ساری است که بیشتر از طریق هوا بد دیگران سرایت میکند. با گفته دکتران یک فرد بیمار می تواند 15 نفر را به این بیماری مبتلا کند. سرفه دوامدار و تب از جمله علایم آن است. بیشتر از همه این افراد در معرض خطر ابتلا هستند. افراد معتاد به مخدرات، خانم هایی که تازه ولادت می کنند، اطفالی که واکسن دریافت نکرده باشند، افراد مصاب به سوی تغذیه و افراد با سیستم معافیتی پایین. با این همه تفاصیل راه های وقایع این بیماری ساده است. تر یو وخت ته پوری چې دوی منفی کیږي باید د خوراک څخک شیانی جدا شي لکه فیاله کاسا او دغه شیان باید جدا شي ناروغ باید تنا داسې اوتاکې واچول شي چې دوی باندې د لمر وړانګې ولګېږي ځکه چې لمر وړانګو کې الټراولایټ شعاګانې موجود لري نوموړی میکروب په څلورو دقیقو کې مستقیما له منځه وړي. با این حال عدم آگاهی مردم، عدم هماهنگی در میان ادارات حکومتی، نگرانی از کاهش و یا قطع کمک‌های تمویل کنندگان از مواردی هستند که دست وزارت صحت عامه را از محو توبرکلوز در افغانستان کوتاه می‌کند. و حالا بیننده چند خبر کوتاه باشید. سازمان ملل میگوید روزانه دو کودک در نتیجه انفجار ماین در افغانستان قربانی میشوند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل در اعلامیه گفته در جریان سال 2022 بیش از 700 کودک در نتیجه انفجار ماین های زمینی، بقایای مواد منفجره جنگ و بمب های دست ساز کشته و زخمی شدند. با این حال شورای امنیت سازمان ملل قرار است در مورد حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان یک نشست ویژه برگزار کند. سرپرست وزارت داخله در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل در کابل خواهان حضور نمایندگان حکومت افغانستان در نشست های سازمان ملل شد. سراج الدین حقانی گفته باید به نمایندگان حکومت حق داده شود تا در نشست های سازمان ملل در مورد افغانستان شرکت کنند. آن طرف روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل اما گفته روند کمک رسانی به مردم افغانستان ادامه دارد. در پی فروریختن یک معدن طلا در ولایت بدخشان دو نفر جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید عصر دیروز سه کارگر هنگامی که مصروف زرشویی در ساحه زرندآب ولسوالی راغستان بودند زیر آوار شدند. استخراج غیر معیاری معادن و عدم رعایت قوانین ایمنی هر از گاه باعث مرگ کارگران می شود. فرماندهی پلیس بامیان از ثبت حدود 3000 موتر بدون اسناد در جریان چند ماه گذشته خبر داد. این اداره گفته با کسانی که از ثبت موترهایشان خودداری کنند مطابق قانون برخورد خواهد شد. با این حال مالکان موترهای یک کلید خواهان کاهش هزینه ثبت این نوع موترهاست. ثبت موترهای یک کلید و بدون اسناد که جهت ثبت و قانونی شدن به مدیریت ترافیک بامیان مراجعه کردند. مسئولان در فرماندهی پلیس بامیان میگویند در جریان چند ماه گذشته دست کم 2800 موتر فاقد اسناد را ثبت و راجستر کردند و این روند همچنان ادامه دارد. طبق راپور مدیریت ترافیک ما تا حال 2800 موتر ثبت شده و باقیش هم کنم میعادی که مانده انشالله چی موتری که چقدر تعدادی که باشد ولایت بامیان انشالله ما ثبت میکنیم. مالکان موترهای یک کلید اما از این روند ناراضند و میگویند مالیات تعیین شده برای ثبت این موترها سنگین است و ریاست عمومی ترافیک باید آن را کاهش دهد. موترها به خاطر دوزی از این چیزا ما زیاد راضی هستیم که همین ثبت شده هستند. نمیتونه که موتر ما را کسی از پیش ما بگیری یا دوزی.
روز ببره یک طرف ثبت شده است اینجا. پروسه ثبت خیلی کار مؤثر است، کار خوب است. اکثریت مردم بامیان میخواهد که پروسه را موفقانه بس سپری بکنه ان شاء الله رحمان. ولی یک مقدار همی هزینه از بالا است. اگر قراره که 4700 سلندر بگیره، چون مردم درآمد خوب نداره امیر فرداخت نمیتونه. اگر یک مقدار کاهش پیدا کنه ما تشکری میکنیم. با این همه باشندگان بامیان روند ثبت موتورهای یک کلید را در کاهش جرایم و رویدادهای ترافیکی مؤثر دانسته و از آن استقبال میکنند. موتورهایی که قبلا ثبت نشده بود طبعا بدون اسناد است، درسته؟ بیشکی است. اونا حادثات زیاد کرده و حتی نفقود شده دیگه. از اونا تا بال کسی پیدا نتونسته. مثلا موتور حادثه کردگی را هم میتونه فرار کنه، یا یک موتور را دزدی شده و کس با آسانی پیدا نمیتونه. این حالی که ثبت شد را تمام در کنده است، در کس دیگه از او خاطر دزمادزی قوی میشه. ریاست عمومی ترافیک برای ثبت موتورهای بی اسناد مهلت تعیین کرده است. فرماندهی پلیس بامیان هشدار داده کسانی که در این مدت موتورهایشان را ثبت نکنند مطابق قانون با آن برخورد می شود. باشندگان برخی نواحی هرات از قطعی مداوم آب آشامیدنی شهری شکایت دارند. آنان با انتقاد میگویند حکومت باید با معیاری سازی زیرساخت ها این معضل را برای دائم برطرف و زمینه دسترسی عموم به آب آشامیدنی سالم را فراهم کند. مسئولان حکومتی اما میگویند در یک سال گذشته دست کم 5000 مشترک آب در این اداره افزایش یافته است. همزمان با افزایش نسبی دمای هوا در هرات، باشندگان این ولایت خواهان تدابیر جدیتر حکومت برای توزیع عادلانه آب هستند، آب نوشیدنی. اما برخی چالش ها در روند توزیع آب باعث شده که باشندگان برخی نواحی دسترسی کمتر به آب صحی داشته باشند. نواحی 13 شهر هرات میشینیم، آب به حساب آب آشامیدنی نه آب شخصی، ایت آب خوب نی، قابل به خوردن نیه. اگر دولت ای توجه داشته باشد برای می آب یک نظر بندازن، یک کمک همکاری بکنه تا می آب آشامیدنی برای محل میسر بشه، چون که آب یک مایه حیات. آن طرف اداره آبرسانی هرات از تلاش ها برای معیاری سازی سیستم آبرسانی شهری خبر می دهد. می گویند از سال گذشته تا کنون نزدیک به 5000 مشترک جدید آب ثبت این اداره شدند. تقریبا به حدود 4900 مشترک جدید ما جذب داشتیم که تمام اسناد ناتی مراحل شده و ما منتظر ازی هستیم که مرکز به ما بهتر تعیشه. در حدود 5000 که تا اندازه کار ما پیش رفته و ما امیدوار هستم که در آینده های خیلی نزدیک ما با مشترکین خود بهتر توضیح کنیم و به زنام ارائه خدمت بکنیم. از جانبی هم افزایش روزافزون جمعیت در هرات باعث شده حفر چاه‌های عمیق در بیشتر مناطق این ولایت ممنوع اعلان شود. خواسته باشندگان هرات هم نظارت کامل حکومت به نحوه استفاده از آب‌های زیرزمینی است. مسئولان هم تاکید بر صرفه‌جویی مردم در قسمت مصرف آب شدند. حکومت هم باید بیاید کار کنه که برخی جاها با انوزم چاهای عمیق کنده میشه با اینکه ممنوع کرده. این کار کلن چاهای عمیق محو بشه و اگه چاهی هم جای زده باشه با مجوز باشه و با یک دلیل و سند قانع کننده. همشهرین عزیز من تقاضایی است که صرفه‌جویی در آب داشته باشه. یک مسئله. مسئله دوم، ریاست آبرسانی زون غرب یک اداره خدماتی است. اگر همکاری همشهریان عزیز نباشن، فکر کنم که ما نتوانیم به 24 ساعت به زنا خدمات ارائه کنیم. این همه در حالی است که تغییرات اقلیمی و کمبود بارندگی تأثیرات منفی زیانباری طی چند سال گذشته بر مردم افغانستان وارد کرده است. و در ادامه می‌بینید. شبه سازی حمله به سرزمین‌های اشغالی توسط حزب الله لبنان. حزب الله هشدار داد در صورت تجاوز به حاکمیت لبنان با آن مقابله می‌کند. و تناقض‌گویی غربی‌ها درباره جنگ اوکراین. علی‌رغم کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین،
جو بایدن اعلام کرد از پایان جنگ در اوکراین حمایت میکند. ساکنان ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار از نبود ارائه خدمات اجتماعی در این ولسوالی شکایت دارند. آنان که از خشکسالی نیز متاثر شدند، خواهان ارائه خدمات صحی، آموزشی و بازسازی این منطقه هستند. ساکنان ولسوالی سپین بولدک همچنان مدعی‌اند که حکومت در بیش از دو دهه گذشته کوچکترین توجه در قسمت بازسازی و ارائه خدمات اجتماعی به این ولسوالی نکرده است. شکایت باشندگان ولسوالی سپین بولدک قندهار از بی‌توجهی حکومت نسبت به این ولسوالی میگویند با وجود که این ولسوالی یکی از مراکز مهم تجاری است اما کمتر به آن توجه شده. مردی چه گټ نه دلدل به سوخ کې شل کال کې نه دلدل دا اوس په لاله مرده مکتب لرو مرده مدرسه لرو نه خوانځي لرو هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته چا کړی نه مشه دلدل اوس مر خالي دا قدر خوشاله مر سر به امن دی مر به امن کې مر لو غټه غټه بول و دا مشرانت دا وای چتی و مشته دو بوکر داد را وکي مشته بریمیر او واس مش سره د سړکانو دغه وکي او مشته د کلینیکانو دغه را سره وکي چې کلینیکان را په اله کوي او ما سړی ارجنټ چې دوری ګوره وس مشکل د مریضي د سخت مریض پیښ سي ز څه چم وکم ز په کور کې نه سل روپی لرم نه د مټر وس لرم. کمبود آب آشامیدنی و پایین رفتن آبهای زیرزمینی از دیگر چالش های باشندگان اسپین بولدک است. مسئولان محلی اما وعده ارائه خدمات اجتماعی و همکاری در حل مشکلات مردم میدهند. در افغانستان اسلامی امارت نه یوازې د شریعت لپاره بلکې د طرفي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې هغه د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې د پرمختګونو سیمې دي مثلا لید پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو لکه میانشین و ورک خاکریز در از میوان په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه و. اسپین بولدک در 110 کیلومتری شهر قندهار و یکی از بنادر مهم مرزی کشور است که با کشور پاکستان هم سرحد است. پس از شکست ارتش اوکراین در باخمود، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از صلح عادلانه برای پایان جنگ حمایت می‌کند. سفیر روسیه در آمریکا اما گفت موافقت واشنگتن با حمله اوکراین بر شبه جزیره کریمه با استفاده از جنگنده‌های F-16 مهر تایید بر بی‌میلی آمریکا به صلح است. همزمان رئیس جمهور اوکراین در ادامه موضع‌گیری متناقض خود اعلام کرد باخمود به دست روسیه سقوط نکرده است. سقوط باخمود علی‌رغم کمک‌های گسترده تسلیحاتی غرب به اوکراین با واکنش‌های گسترده مواجه شده. خیلی‌ها نبرد باخمود را رویارویی مستقیم غربی‌ها با روسیه خواندند که بر نفع مسکو تمام شده. تحلیلگران منطقه معتقدند که آمریکا در جنگ اوکراین رقابت تسلیحاتی را نیز بر روسیه باخته. چنان که هفته پیش روسیه با موشک‌های فراسوت کنجال یکی از پدافند هوایی پاتریوت آمریکا را نابود کرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها احتمالاً تعداد از کارشناسان آمریکایی ناظر بر استفاده از این موشک‌ها هم کشته شدند اما مرگ آنان افشا نشده. پس از این تحولات رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در ژاپن از صلح عادلانه برای پایان جنگ اوکراین حمایت کرد. روسیه این جنگ را آغاز کرد و می تواند امروز با خروج نیروهای خود از مرزهای شناخته شده بین المللی اوکراین و توقف حمله ها به آن پایان دهد. در آن سو چراغ سبز بایدن برای تحویل جنگنده های F-16 به اوکراین واکنش تند روسیه را برانگیخته. سفیر روسیه در واشنگتن گفت تحویل جنگنده با ادعای صلح‌طلبی آمریکا در تناقض جدی قرار دارد. آناتولی آنتونوف گفت با این اقدام ادعای بی‌طرفی ناتو در جنگ اوکراین نیز بی‌معنا خواهد شد.
هیچ زیرساختی برای عملیات F-16 در اوکراین وجود ندارد و تعداد خلبانان و پرسنل تعمیر و نگهداری مورد نیاز نیز موجود نیست. اگر جنگنده های آمریکایی از فرودگاه های ناتو که توسط داوطلبان خارجی کنترل می شوند بلند شوند، چه اتفاقی می افتد؟ آمریکای تحت مدیریت دموکرات‌ها بزرگترین حمایت کننده تسلیحاتی و مالی اوکراین در جنگ با روسیه است. حالا بسیار از دموکرات‌ها نگران برنده شدن دوباره دونالد ترامپ در انتخابات سال آینده این کشور هستند. رئیس جمهور سابق آمریکا تمایل به رویارویی با روسیه ندارد و تاکنون بارها از محکومیت جنگ روسیه در اوکراین ابا ورزیده است. اگر ترامپ برنده شود که فکر نمی کنم، ولی اگر بر اساس برخی سناریوها این اتفاق بیفتد، پایان دموکراسی در آمریکا خواهد بود، پایان اوکراین خواهد بود و ما را از ناتو خارج خواهد کرد. در همین حال موضع‌گیری های متناقض اوکراین درباره سقوط شهر باخمود ادامه دارد. این بار دولت کیف اعلام کرد بخش کوچک از این شهر در دست این کشور است. مقامات اوکراینی گفتند برنامه دارند که نیروهای روسیه را در این شهر محاصره کنند. حالا دو خبر کوتاه خارجی. حد که حرمت مسجد الاقصی توسط ایتمار بن‌گویر، چهره افراطی و تندرو نزدیک به نتانیاهو، با واکنش‌های گسترده مواجه شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تجاوز این چهره تندرو به مسجد الاقصی انتقاد کرد. واشنگتن حد که حرمت مسجد الاقصی را تحریک‌آمیز خواند و گفت نباید مقام‌های این رژیم از اماکن مقدس برای اهداف سیاسی خود بهره ببرند. ایران، شماری از سازمان‌ها و کشورهای اسلامی و عربی این اقدام بن‌گویر را محکوم کردند. روز گذشته بن‌گویر برای دومین بار از زمان به قدرت رسیدن نتانیاهو به صورت غیر قانونی به همراه شماری از شهرک نشینان صهیونیست وارد صحنه‌های مسجد الاقصی شدند. پس از کنارگیری علی شمخانی از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی اکبر احمدیان به این سمت گماشته شد. آقای احمدیان که پیش از این ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران ایران را بر عهده داشته، چند ماه پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور منصوب شده بود. علی شمخانی به مدت 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شورا به عهده داشت. پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل ابری و احتمال بارندگی 20-12، بامیان بارانی 15-7، جلال آباد بارانی 33-21، غزنی نیم آفتابی 21-11، قندهار نیم آفتابی 37-20. قندوز ابری 35-20، لشکرگان نیم آفتابی 38-22، مزار شریف نیم آفتابی 38-24، نیلی نیم آفتابی 21-10، هراد نیمه آفتابی 36-19. اسلام آباد ابری 36-22، تهران آفتابی 33-21، دبی نیمه آفتابی 37-28، دهلی نیمه آفتابی 40-27 و سرانجام مکه نیمه آفتابی 41-28. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است. پاسخ وزارت خارجه به حقابه ایران از رودخانه هلمند. متقی گفت افغانستان با خشکسالی روبرو است و ایران نباید مسئله آب را سیاسی سازد. از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند.
از آن وزارت صحت عامه به ناتوانی در محو بیماری توبرکلوز. این وزارت میگوید سالانه 12,000 نفر از اثر ابتلا به این بیماری جانهایشان را از دست میدهند. و تناقض‌گویی غربی ها درباره جنگ اوکراین. علی‌رغم کمک های تسلیحاتی امریکا به اوکراین، جو بایدن اعلام کرد از پایان جنگ در اوکراین حمایت میکند. روسیه این جنگ را آغاز کرد و میتواند امروز با خروج نیروهای خود از مرزهای شناخته شده بین المللی اوکراین و توقف حمله ها به آن پایان دهد. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید و همچنان می توانید این بسته خبری را روی صفحه یوتیوب تمدن هم بیننده باشید. وقت بخیر.